خسروانی. این گوشه از لحاظ نام برمیگرده به هفت خسروانی که در دوره خسرو پرویز یا خسرو اول ساسانی ایجاد شده بود. خسرو پرویز به موسیقی علاقه بسیار زیادی داشت و موسیقیدانان در دربار ساسانیان از ارزش و رتبه اشرافی و بالایی برخوردار بودند. از جمله دو تن از موسیقیدانان سرکش و باربد نام‌آورترین اونها بودند و همچنین نگیسا یا نکیسا. سرکش به عنوان موسیقیدان اول مطرح بود و چون سنش از باربد بیشتر بود، وقتی با باربد آشنا میشه و ذوق باربد رو میبینه متوجه میشه که اگر باربد با خسرو پرویز آشنا بشه او جایگاه و رتبه خودش رو پایین تر خواهد دید در نزد خسرو پرویز. به همین دلیل سعی میکرد که باربد دیداری با خسرو پرویز نداشته باشه، اما باربد یا باربز یک تقلبی کرد و تونست به دربار راه پیدا کنه و موسیقی خودش رو به گوش خسرو پرویز ساسانی برسونه. از اونجا رتبه بالایی پیدا کرد و جز به موسیقیدانان اعلی رتبه در اومد. ابداعات بسیار زیادی به باربد نسبت داده میشه، از جمله ایجاد هفت خسروانی برای هفت روز هفته، سیله برای 30 روز ماه و 360 دستان برای 360 روز سال ساسانی. البته برخی در برخی از کتاب ها خسروانی ها رو به نگیسا یا نکیسا نسبت میدن ابداعش رو. به هر حال این گوشه از لحاظ نام حداقل میتونیم بگیم که به اون دوره برمیگرده و اینکه چقدر به اون حالت نزدیکه اون جای تحقیق و تفحص بیشتر داره و باید به منابع تحقیق بیشتری مراجعه کرد. خسروانی در ردیف به این شکل با این فرم نواخته میشه که اینجا هم به همون شکل اومده بگیم و تم اصلیش به همین شکل، سه تا نوت کوتاه بقیه بلند و چهار تا نوت بلند که این حالت میتونه شکسته هم بشه، سه نوت کوتاه دو نوت یا یک نوت بلند استفاده بشه.